خیلی خوب. خب دستور والا تا کجا خواندیم؟ تا قسمت چینم گفتم برتون اینا رو. اینا رو میگیم در قسمت آفست. آفست به خاطر چی بود؟ به خاطر کپی گرفتن یا آفست کردن. بعض وقتا مثلا یک دیوار داری میخوای یک دیوار دیگر به فاصله مشخص نسبت به ای چی کنی؟ آفست کنی. می پیک لاین فعال میکنی در قسمت آفست برش قیمت میتی مثلا چقدر؟ 3 متر. ایناله بعد به اندازه 3 متر دیوار رو چی میکنی؟ آفست میکنی. چی به طرف بالا و چی به طرف پایین باشه. درست شد؟ یا مز آفست. و آخرین گزینه که به حساب دستور وال داریم چی است؟ گزینه حالت درار را فعال کنیم بازی فعال میشه. گزینه چی است؟ ردیوس. این به خاطر چی استفاده میشه؟ شما در پروگرام اتوکد یک دستور داریم به نام دستور فلت. دستور فلت به خاطر چی است؟ قسمت های گوشه ها را برای شما چی میکنه؟ قوس میزنه. اینال در اینجا مگه بخواین قسمت های گوشه های به حساب دیوار را به حساب برش قوس بزنین، از دستور چی استفاده میکنین؟ یعنی می ریدیوس فعال میکنین. من در این قسمت این گزینه ریدیوس از این قسمت تیک مارک میزنی و در اینجا برش قیمت میتی شای اون مو چیره؟ شای قوس و شای چقدر؟ فعلا یک متر است. اینال اگه ما بریم در اینجا یک دیوار را ترسیم کنم، در این نقطه وقتی که میرسم دیوار دیگر را به امتدادش که کار کنم با شای یک متر، این قسمت برام چی میسازه؟ گل میسازه. یا شای به حساب متغیر مثلا یک متر نباشه با شای 3 متر باشه. درست شد؟ اینال امتداد از این وقتی که به حساب کار کنم با شای 3 متر یا قوس برام در اینجا چی میکنه؟ ایجاد میکنه. یا هم گزینه چی؟ گزینه ریدیوس است که از این میتونه چی کنه؟ استفاده کنه. خب من ارتفاعی از این درست کنم. خب اینال به اساس اینمی معلوماتی که در مورد به حساب دستور وال گفتیم، میاییم یک پروژه رو در اینجا چی میکنیم؟ ترسیم میکنیم. یک پلانه که بسیار ساده را. خب ارتفاعش تا کجا بگیریم؟ تا لول 2. خب ارتفاع دیوار تا لول 2. خب من دیوار رو به حساب کار میکنم، یک دیوار به این طرف دارم به اندازه چقدر؟ به اندازه مثلا 10,000 10 متر. درست شد؟ میرم به طرف بالا، بالا چقدر بگیریم؟ مثلا 650 یا 6500. درست شد؟ میایم این طرف چقدر؟ به اندازه یک 3 متر 3,000. پس میرم به طرف بالاییشم چقدر بگیریم؟ یک 3 متر بگیریم. پس دوباره این طرف و ایرام بسته میکنیم. خب این دیوارهایی که به حساب داریم چی بود؟ جنریک 300 میلی متر بود. درست شد؟ اینا رو میخوایم دیوارهای چی رو کار کنم؟ دیوارهای داخلی رو کار کنم. دیوارهای داخلی از چی استفاده میکنم؟ میتونم نوعیت دیوارم تغییر بدم، از جنریک مثلا 200 اش استفاده کنم. چرا؟ چون دیوارهای داخلی است دیگه. که دیوارهای بیرونی باید چی باشه؟ متفاوت باشه. اون رو اگه 30 سانتی گرفتی، اینو باز میتونی 20 سانتی بگیری. این گفتم برای فعلا است. بعدا باز خودتون میتونید دیوار بدل خواهی خودتون چی کنه؟ به حساب کار کنید. 35 سانتی میگیری، 25 سانتی میگیری، 15 میگیری، 10 میگیری، هر چقدر که میخوای خودتون در اونجا باز میتونی برش بیتی زخامت بدی. خب دیوار به حساب 20 سانتی رو انتخاب کردم، من در اینجا دیوارهای داخلیش کار میکنم. فرض کنید یک دیوار در اینجا دارم تا کجا؟ تا به این قسمت. یک دفعه دیوارتون رو ترسیم کنید، باز خوبی دیگه که به حساب پروگرام روید داره، یعنی میس که پلان به حساب که کار کردن میتونید درش پس دوباره چی برین؟ تغییرات برین. خب یکی از موارد دیگه که به حساب گزینه لوک لاین میتونیم به حساب استفاده کنیم، کاربرد چه میتونیم ببینیم، در اینمی قسمت است. بعضی وقتا شما دو تا دیوار میخوای به امتداد هم دیگه کار کنی که زخامتاشون چی است؟ متفاوت است. خب ببینید اینی دیوار ما زخامتش چند است؟ 30 سانتی. در امتداد از این ما میخوایم یک دیوار کار کنیم که زخامتش چند است؟ 20 سانتی است. اگر ما بریم از گزینه وال سنتر لاین استفاده کنم، از سنتر از این دیوار به حساب ترسیم کنم، اینی قسمت دیوار ببینید یک شکستگی آمد. خب ببینیم چی است؟ غلط است که نباید به حساب نمیشه که سگیر شما در قسمت دیواره داخلی داشته باشه. در اینجا میتونی چی کنی؟ لوک لاین به حساب بری، موقع چه تغییر بدی، مثلا کورفه سنتریال یا اکستریال یکش استفاده کنی و بجایی که از سنتر باز شروع کنی، از کجا شروع میکنی؟ از قسمت گوشه به حساب ترسیم کنه شروع میکنی. استاد من کورس فیس کاس اونی از پرفکت اون جای بندونی بدال از شما تخته دیگه اونجاست. شما دو تا خط یا دیوار در نظر بگیر. دیوار چند تا خط داره؟ دو تا خط. اینال لوک لاین چی است؟ این موقعیت به حساب پنسل است. لوک لاین اگر وال سنتر لاین باشه، موقعیت پنسل بین دو تا خط است. صحیح شد؟ اگر ما بگیریم کورفه سنتریال، نه به طرف پایین.
به طرف داخل. اگه بگیرم اکستریال میره به طرف بالا. باز گزینه اتقام داره کولاش فعلا به حساب به خاطر که از این بس نمیکنیم سرش که بعد بستگی به متریال داره. زمان که اقشار دیوار به حساب اضافه میکنیم ما دیوارا چند رقم دیوار داریم. دیوارایی داریم که مثلا اساسشان به حساب یک قسمت است، مثلا اینی دیوار بعد از اینکه بس پلاستر کاری میشه پلاستر جز اساس دیوار حساب نمیشه. درست؟ اساس دیوار ما چی است؟ اون خشت است که به حساب کار شده. درست شد؟ اینان او باز موقعیت به حساب اینمی کورپس انتریال و اکستریالش هم به حساب متفاوت میشه. فعلا اینمی قبل فهمید که وقتی که یک دیوار به حساب دو خطه داریم اگر گزینه وال سنتر لاین باشه موقعیت پنسل یا موقعیت ترسیم وسط است. کورپس انتریال اگر بگیریم میای پایین، اگر اکستریال بگیریم میره به طرف چی؟ بالا. صحیح شد؟ اینمی به حساب تفاوت شد. اینان اینجا ببینین وقتی که من انتریال رو میگیرم از این نقطه ترسیم شروع میکنم، دیگه از وسط کارم شروع نمیکنم. از کجا؟ اینجا. به خاطر که اینی قسمت دیوار راست به. اگر زخامت ها متفاوت است ولی از یک جهت به حساب دیوار با هم دیگه چی شود؟ یکسان شود. اکستریال اگر بگیرم باز اگر از این نقطه ترسیم شروع کنم اون رقم میشه میره به طرف بالا. صحیح شد؟ این غلط است. اکستریالش نه، از چیش باید استفاده کنم؟ انتریالش. اینی رقم و بالزم به طرف بالا. خب ببینید دیوارای داخلی رو کار کردم. خوبی دیگه به حساب پروگرام رو چی است؟ زمانی که دیوارای داخلی رو کار میکنین پس میتونید درش تغییرات بدید. چی رقم؟ هر دیوار انتخاب کو بر شما موقعیت داخلی اونم دیوارا رو توسط اندازه نشون میده. ببینید در قسمت بالا اندازش نشون داده چقدر؟ 3450. خب به طور مثال من 3450 نمیخواستم به حساب اندازه داخلی از این اتاق باشه. 3000 میخواستم شود. هم میتونید توسط قیمتی کار انجام بدی، هم توسط تحرکی. یعنی 14 کلید میانبره که در این صفحه کلید است، توسط تنظیم میتونی به حساب جابجا کنی. این رقم. خود دیوار انتخاب میکنه و این رقم به حساب جابجاش میکنه. پروگرام متکد بسیار جنجال داشت، نه؟ مجبور بودی پس دوباره ترم کنی و اکسن کنی و مثلا استرچ کنی از این گپا. اینجا دیگه اون گپا رو اصلا نداره. فقط اینمی رقم کش کن خودش به حساب چی میکنه؟ هم استرچ میکنه، هم ترم میکنه، هم اکسن میکنه. یا میتونی از قیمت استفاده کنی. در اینجا قیمت 3250 است. من میگم قیمتش چقدر شوه؟ 3000 شوه. 3000. اینتر. ای اتاق دیگه انتخابش میکنم. اندازه داخلیش چقدر؟ 3000. 800. میگم چقدر شوه؟ 4000. 4000. باشه که این واحد سانتی بسازم بیخی میلی جنجالی است. این سانتی متر. این واحد های ما اینا سانتی شد. این 400. درست شد؟ یا خوبی دیگه چی از پروگرامه؟ روید اینه میره کم میتونی به حساب جا بجایش کنی. راحت این موقعیت به حساب چی است؟ زینه، دشناب، آشپزخانه، اتاق مثلا تامخوری، سالون یا اتاق خواب. درست شد؟ اینی رقم به حساب یک پلانه که بسیار ساده رو چی کنیم؟ ترسیم کنیم. درست شد؟ سوال نیده دستور وان؟ خب، بریم سراغ دستور بعدی. دستور بعدی که در اینجا داریم دستور دور است. دستور دور از دستور وال کرده به حساب استفاده کردن آسان تر است. چرا؟ به خاطر که وقتی که دستور دور استفاده میکنه این از لایبرری میری استفاده میکنی. دستور دور از این قسمت فعال میکنم باز برام در اپشن بار یک سری تنظیمات نه. تنظیمات ازیر فعلا سرش کار نمیکنه. من یک قسمت سمت چپ اینجا چی دارم؟ یک لیست از انواع و اقسام دروازه مثل که در دستور چی داشتم؟ در دستور وال. ولی دروازه را از اینجا به حساب انتخاب نمیکنم. چرا؟ به خاطر که این لیست اولا بر من نوعیت دروازه را نشان نمیده و ثانیا به حساب مشکل و دیزاین قواره و به حساب اندازش اصلا متوجه نمیشم از اینجا. چی میکنین؟ وقتی که خواستین از دستور دور استفاده کنین دستور دور که فعال کردین مستقیم میرین سر گزینه چی؟ لود. سر لود که به حساب کلیک کردین شما رو مستقیم میبره در کجا؟ در فولدر متریک لایبرری. اونمون لایبرری که به حساب سرش صحبت کردیم زیاد. صحیح شد؟ لایبرری پروگرام ریوید. در لایبرری پروگرام ریوید وقتی که میایین در اینجا انواع و اقسام به حساب فولدرها رو داره. نامای مختلف داره که در هر فولدر هم که به حساب وارد میشین انواع و اقسام و وسایل به شکل 3D حاضر آمده است. از هر کدامش خاصی راحت میتونید استفاده کنید. اناله چون ما در اینجا دستور دور فعال کردیم پس میتونم از چی استفاده کنم؟ دور دیگه استفاده کنم. در دیگه فولدرهایش وارد نمیشم، وارد فولدر چی میشم؟ دور. اینجا فولدر چی ندارم؟ دور. در قسمت دور وقتی که وارد شوم در اینجا بر من انواع و اقسام دروازه رو به شکل 3D نشان میده. از هر کدامش خواستم میتونم چی کنم؟ استفاده کنم. این دروازه و همین رقم در این فولدرهای دیگه که در اینجا دارم مثلا اینی فولدر اینی انواع و اقسام دروازه کلش به شکل 3D آماده است. در این قسمت هم یک پریویو بر من نشان میده، یک نما از اون دروازه رو نشان میده. هر کدامش خواستم چی میکنم؟ انتخاب میکنم. خب دروازه رو انتخاب میکنم. به طور مثال این دروازه میخوام دروازه چی رو کار کنم؟ داخلی رو کار کنم. بعد از اینکه نوعیت دروازه من انتخاب کردم از این قسمت دیگه چی میگم؟ اوپن میکنم.
بعد از اینکه اوپن گفتم انال دروازه برام چی میشه؟ لود میشه. خب نکته که در وقت به حساب استفاده کردن دروازه به حساب وجود داره چی است؟ شما وقتی که در پروگرام روید یک پروژه رو به حساب کار میکنین، مثل عزیز که عملا در حال اعمار یک ساختمان هست، اونم قوانینی که در وقت اعمار ساختمان باید مد نظر بگیرین در اینجا باید در نظر بگیرین. صحیح شد؟ پس اونم قوانین باید شما در اینجا چی کنین؟ مراعات کنین. بیده چیز هست یا نه؟ اونم قوانین. اینال قوانینی که در وقت به حساب نصب کردن دروازه در ساحه به حساب موجوده چی است؟ تا زمانی که دیوار نداشته باشی دروازه به حساب نصب نمیشه. یعنی دروازه در هوا کس نصب کردن نمیتونن. حتما باید دیوار کار شوه، موقعیت به حساب دروازه به حساب در اونجا به حساب کنه، با دروازه میاد بین دیوار چی میشه؟ جابجا میشه. اینال در اینجا وقتی که دروازه رو به حساب ملود کردیم، وقتی که در دیگه جای باشم اینی علامت ممنوعه رو میبینم. علامتی که به من نشان میده که در این قسمت ها شما دروازه را نصب کرده نمیتونید. یعنی در اینجا من نمیتونم دروازه نصب کنم. چرا؟ چون دیوار موجود نیست. در کجا میتونم نصب کنم؟ در روی دیوار. و مجرده که در روی دیوار قرار بگیرم، ببینید علامت دروازه بر من چی میشه؟ ظاهر میشه. یعنی در اینجا اینال میتونی دروازه را چی کنی؟ نصب کنی. در جایی که میخوای، اینجا یک دروازه میخوای، دروازه اینجا میخوای، در اینی قسمت میخوای، این قسمت میخوای. ببینید؟ یعنی می رقم ماوس بالا پایین ببر، موقعیت دروازه چی میشه؟ جابجا میشه. خب من یک دروازه در اینجا کار دارم. کلیک میکنم. یعنی یک دروازه برام چی شد؟ نصب شد. یک دروازه نصب شد و برش چی داد؟ یک شماره هم داد. اینی گزینه‌های دیگه که به حساب در قسمت آپشن وار وجود دارد، تگ آن پلیسمنت، به خاطر اینی شماره است. خب قوانین مهندسی چی میگن؟ میگه هر دروازه و هر کلیکینی که شما در پلان کار میکنین باید از خود چی داشته باشه؟ شماره یا نام داشته باشه که به اساس اونمون نامش با چی کار میکنین؟ دیتایلش کار میکنین. اینال در اینجا اونمون شماره رو بر شما خودش به شکل اتومات میده. لازم نیست که به حساب شماره رو از طریق دستور در پروگرام متکد مجبور هستی از طریق دستور تکسی کار کنی. اما در اینجا خودش به شکل چی میده؟ اتومات میده. و اگه این گزینه تگ آن پلیسمنت دیده تیک مارک شوار داری، با دیگه دروازه‌ای که کار میکنی بر شماره نمیده، بدون شماره. هم میتونی شماره دار کار کنی و هم میتونی بدون شماره کار کنی. در جای که خاصی دروازه رو نصب کنی. و دیگه گزینه‌اش کلش مربوط به تگ میشه دیگه. که نمی به حساب شماره به شکل هوریزونتال قرار بگیره، به شکل ورتیکال قرار بگیره، در داخلش قرار بگیره، بالا باشه، پایین باشه، اندازش به چه اندازه باشه، بازم خودت میتونی کار کنی. خب تمام دروازه رو در اینجا به حساب نصب میکنم. در جای که به حساب ضرورت دارم اینی دارم. خب ببینید دروازه رو کار کردم. شماره‌اش رو پاک کنم و میدم کلش یک رنگ شد. دروازه رو اومدم در اینجا نصب کردم. جهت باز شدن دروازه فعلا غلط است. چرا؟ به حساب هر طرف که به حساب دلشان شده به حساب باز و بسته شده. خودش به حساب خب درست سهولت ایجاد کرد دیگه، لازم نیست که من دروازه رو بهم خودم به حساب یک دونه خط کار کنم باز یک قوسه. ولی به حساب با شکل دلبخواهی اومده به حساب هر طرف که دلش شده به حساب باز شده. اینال باید اینو چی کنم؟ درست بسازم. به خاطر درست ساختن جهت باز شدن دروازه، وقتی که دروازه رو کار کردین، دروازه رو که انتخاب کنین، اینجا بر شما فلش ها میه، فلش های چپ و راست و بالا و پایین که توسط از این موقعیت دروازه رو چی میکنی؟ تغییر میدی. مثلا اینی دروازه رو من میگم باید به طرف چی باز شود؟ داخل باز شود. میام سر از اینی که بالا پایین است، سر از این کلیک میکنم، دروازه به طرف چی میه؟ پایین میه. دروازه بعدی، خب جهتش به طرف داخل صحیح است، فقط باید به طرف چی باز شود؟ دیوار باز شود. انتخابش میکنم چپ و راست، این طرف دیگه شو به حساب کلیک میکنم، کو طرف به حساب دور بخوره. توسط فلش ها خودتون راحت میتونید به حساب انتخاب کنید، میفهمید که باید کدام طرف به حساب کلیک کنی که جهت دروازه چی شود فرق کنه. غیر از این میتونید به حساب موقعیتش هم به حساب تعیین کنید. مثلا موقعیتش از دیوار چقدر؟ 19.5 سانتی نه؟ ما میگم فاصله چقدر باشه؟ 10 سانتی باشه. 10 اینتر میکنم. خودش اتومات به حساب در فاصله 10 سانتی خودش چی میکنه؟ عیار میکنه. دیگه افسند و ترم و ایگاپا دیگه اصلا ضرورت نداره. در پروگرام متکد دیدین یک دروازه که موقعیتش جابجا شد مجبور سی هم ترم کنی هم اکستند کنی. خطا اضافی رو ترم، خطایی که به حساب وصل نشد رو پس دوباره چی؟ اکستندشون کنی. یا مثلا استرچش باید بکنی که به حساب درست شود. اما در این جهت دیگه مشکلات نداری. دروازه بعدی به طرف دیوار یا توسط اروکی میتونی چی کنی؟ جابجاش کنی. اینی رقم. خب دروازه داخلی رو کار کردم، جهت به حساب دروازه‌ام درست شد. اینی دروازه ورودی رو باید جور کنم. دروازه چی کار دارم؟ دو پلایی، از این دروازه یک پلایی کار ندارم. دوباره میرم در دستور دور لود و میرم در فولدر دور وارد میشم. باز از قسمت اکسترنال دور یک دروازه دو پلایی مثلا اینی را انتخاب میکنم. اوکی میرم در اینی قسمت جابجا میسازم یا از این دروازه. با دروازه دو پلایی وقتی که انتخابش کنی فلشاش فقط یک طرف است دیگه. خب از این چپ و راست معنی نداره دیگه، یا باید به طرف داخل باشه یا به طرف بیرون. چپ و راستش خب دو پلاس دیگه فرق میکنه. خب ایران به حساب به این ترتیب موقع چه چی کردیم؟ تعیین کردیم. این شد دستور چی؟ دستور دو.
دستور ویندو هم دقیقا مثل دستور دور وارس هیچ فرق با دستور دور نداره. او رو با صحبت میکنیم سرش. فعلا سر نحوه نصب کردن به حساب چی؟ دروازه و کلکیم کل لگیش انشالله سرش صحبت میکنیم که چی رقم به حساب اندازهش تغییر میدیم، سایز ایگپایش مثلا سایز های متفاوت اگه خواسته باشین استفاده با سر از اون صحبت میکنیم. فعلا ما از خود لایبرری رفتیم به حساب دروازه رو لود کردیم، اونمون دروازه هر اندازه که داشت، یک متر بود، یک متر 10 سانتی بود، 90 سانتی بود، 80 بود، هر چقدر بود اونمون رو فعلا استفاده کردیم. این که با چی رقم به حساب تغییرش میدیم باز رو با صحبت میکنیم سرش. فاصله ای طرف چی رقم مساوی این دروازه مثلا میخوای این دو طرف مساوی شه؟ دیوال مساوی شه. خب این از طریق دایمنشن به حساب میشه، با دایمنشن که رسیدیم بازی رو یک دفعه دیگه سوال کن که با دموجه کار کنیم. صحیح شد؟ حالا اگر ما دایمنشن رو بگیم بازی درس امروز ما میمونن، او رو با دموجه صحبت میکنیم. از طریق دایمنشن فکس میشه. صحیح شد؟ همین رقم هم میشه چی رقم که انتخابش کنی، این اندازه رو برات میده، خودت اندازه رو مثلا به حساب میتونی به حساب چی کنی بالا پایین ببری تا که فکس شه، ولی اگه میخوای دقیق به حساب فکس شه و بازو دایمنشن از با سرش صحبت کنی. آروکیو خب گفتم فعلا توسط همی، ولی اگه باز بخوای بیخی دیگه فکس بازو دا دایمنشن صحبت کنی. خب بعد از دستور چی داریم؟ ویندو. ویندو هم دقیقاً مثل دستور دور وارس ویندو رو انتخاب میکنم، میرم در کجا لود، از اینجا فولدر چی رو پیدا میکنم؟ ویندو رو پیدا میکنم. بعد از اون کلکین ما انتخاب میکنم، انواع و اقسام کلکینا رو داریم. در اینجا ببینید کلکینایی که داریم، یک چهار دونه کلکین ما مربوط روف میشه که بازو کلکینا رو کسی در دیوار نصب کرده نمیتونه که باز ناقیش الگی به جای نکنید که باز انتخابش کنی بگی بیاد که در دیوار نصبش میکنه، نمیشه. صحیح شد؟ یک این قانون رو در نظر بگیرین، یک قانون دیگر هم در نظر بگیرین که پروگرام روید دقیق به اساس قوانین مهندسی تنظیم شده. صحیح شد؟ و اگر بخوایی که پایت به حساب از قوانین مهندسی بیرون بانی نمیشه، مطمئن باشین که پروگرام به حساب برای شما جواب نمیده که به حساب از همی اول براتون گفتیم. بازی باز در جایش که رسیدیم دانه دانه با سرش به حساب صحبت میکنیم که مثلا قانون مهندسی چی میگه، پروگرام روید در اینجا چی میگه. درست شد؟ و در واقع میتونیم گفته که یک راهنمای بسیار خوبه منیم خود پروگرام چی است، پروگرام روت است، برای کسایی که مثلا مهندسی و قدر به حساب با قوانین آشنایی ندارن، با قوانین به حساب ترسیم به حساب آشنایی ندارن. اکثرا دیده باشین مثلا من ترسیمات انجام میدم ولی قوانین در نظر نمیگیرن، خطوط مثلا ساختمانی که خطوط کمکیش کاملا به حساب زخامتاش یکسان است. درست است؟ اما پروگرام روت این مساله کلا چی کرده در نظر گرفته، با سرش صحبت میکنه. خب کلکینایی که مربوط به ماست کدام کلکیناست؟ اینجا بر شما نشانش میدم. خب این کلکین های مختلف اینه کلکین هاست. صحیح شد؟ یعنی کامل نشان داده به حساب نامش هم اگه ببینیم مربوط روف میشه یکی دیگه دو سه چهار. صحیح شد؟ چهار دانه کلکین داریم که مربوط چی میشه؟ مربوط روف میشه. اینا رو دیگه باز کسی در روی دیوار بازی در روی چی نست میشه؟ در روی روف. اگر روف داشته باشی بازی رو با حیث روشندان میتونی در اونجا چی کنی؟ استفاده کنی، در روی دیوار استفاده نمیشه. خب من میام یک چی میکنم؟ یک کلکین هم انتخاب میکنم، مثلا اینی کلکین زیاد در افغانستان رایج است، زیاد استفاده میشه. این انتخاب میکنم، اوپن میگم. کلکین ها که اوپن میگم برما در اینجا سایز های مختلف اینمی کلکین نشان میده. دروازه رو چون نشان نداد بخاطر که دروازه وقت سایز بندی نداره در خود لایبرری، اما در کلکین معمولا به حساب سایز های مختلف داره. در اینجا به حساب سایز های مختلفش نشان داده، معمولا ارزایشان یکسان است، ارتفاعش چی است؟ متفاوت است. اینجا بر من نشان داده ارزش چقدر؟ 177، ارتفاعش 75 سانتی داره، 90 داره، 105 داره، 120 داره و 135 داره. هر کدام شخصین انتخاب بکنید. اینو گفتم برای فعلا است، باز بعدا شما خودتون میتونید به هر سایز که خواسته باشید می کلیک چی کنید؟ خرد و کلان کنید. برای فعلا از یکش استفاده کنید، انتخابش میکنم مثلا اینی آخریه. کلکین هم دقیقاً مثل دستور دور وارس، یعنی تا زمانی که دیوار نباشه کلکین هم نصب نمیشه. در این دیوار که قرار بگیرم اتومات کلکین برام چی میشه؟ فعال میشه. یک کلکین اینجا، یک کلکین اینجا، یکی دیگه این قسمت، یکی دیگه اینجا، اینجا، اینجا و این قسمت اینجا. خب اینجا اگه مثلا تشنه بس میخوای کلکین خورتر داشته باشی میتونی دوباره اثر چی کنی؟ لود کنی. خب این کلکینش باشه در این قسمت، اینجا، اینجا و این قسمت. اینی رقم به حساب کلکین های خدا چی کنیم؟ نصب کنیم. کلکین هم اگر ببینین وقتی که انتخابش کنین در اینجا فلشک ها رو داره که جهت کلکین چی میکنه؟ تغییر میده. چرا جهت کلکین تغییر میکنه؟ باختر که کلکین به طرف بیرون و داخل است دیگه. یعنی می کلکین رو ببینیم بعد کدام طرف شانده شده؟ بیرون. یک تاق چقدر در پیشوریش داره یا نداره؟ درست است؟ اینال در اینجا ببینین اینی سفیدی که به طرف داخل است، اینی باید به طرف داخل قرار بگیره. با چی معنی؟ به معنی اون متوقعه که پیشروش هست دیگه که به طرف داخل است. نه؟ اینو ببینن یکی از قوانین به حساب مهمه که در مهندسی است.
زمانی که به حساب شما در دیوارا را کت کلکینا ترسیم میکنه، خطوط کلکین کت دیوار باید چی باشه؟ متفاوت باشه. اینجا ببینید زخامتاشون فرق میکنه یا نه. زخامت دیوار بیبی، زخامت کلکین بیبی، خطوط کلکین چرا فرق میکنه؟ بخاطر که دیوار دقت اومده، کلکین این تاقچه دقت نامده دیگه. وقتی که دقت نباید دیگه، زخامت هم نباید داشته باشه. یکی از قوانین بسیار مهم است که اکثرا اونقدر اول به حساب رعایت نمیکنن. کسی که به حساب دمو اول به حساب مضمون رسم تکنیک اینا رو که میخونن دمو برشان میگه، ولی بعد از اون با مضمونا که میرسه تعریضی اینا اونقدر به حساب استاد در قصهش نیست، در حالی که بسیار مهم است. نه قوانین به حساب مهندسی است، اما در اینجا به حساب چی شده؟ رعایت شده، خودش به حساب رعایتش کرده بدون که ما برش بگیم، خودش رعایت کرده. در اتوکد هم وقتی که کار میکنی، تا زمانی که خودت نمی قانون رعایت نکنی، او کار نمیکنه. درست؟ اگر زخامت های خطا رو کلش صفر بگیری، کلش صفری برات کار میکنه. زمان به حساب زخامت ها رو تفاوت میده که تو لیرهای مختلف داشته باشی زخامت های مختلف، اما در اینجا خودش اتومات اون مسئله رو چی کرده؟ در نظر گرفته. خب کلکین هم به عین ترتیب گفتیم به طرف داخل و به طرف بیرون به حساب میتونین چی کنین؟ موقعتش تغییر بده. که بعض وقتا اگر نصب میکنی میبینی که جهت کلکین غلط است، با دستری که نمی فلش هم میتونی موقعش چی کنی؟ تغییر بده. خب کلکینا رو هم چی کنین؟ نصب کنین. خب یک نکته دیگه هم به حساب در مورد به حساب دستور دروازه و کلکین براتون بگویم. زمانی که دستور دور وارد استفاده میکنین، از طریق دستور دروازه شما کلکین استفاده کرده نمیتونی، که بعضی به حساب مشکلات دارن. مثلا من دستور دور فعال میکنم، میرن در قسمت لود، وارد فولدر چی میشن؟ ویندو. از اینجا مثلا کلکین انتخاب میکنن. ساعت که به حساب کلکین مثلا اینی کلکین میخوای انتخاب کنی، ایره کوپن بگویی، یعنی ببینه نوعیت شما انتخاب میشه. اینی نوعیت. وقتی که ایره اوکی بگویم، در روی دیوار که بیم، بر من اگه کلکین نشان نمیده، چی نشان میده؟ دروازه رو. چرا؟ وقتی دستور دروازه رو من انتخاب کردم. تو اگه میخوای کلکین استفاده کنی، باید بری وارد دستور کلکین شوی. ما به خاطر ایجاد کردن یک کلکین مشخص دستور ویندو رو داریم. به خاطر ایجاد کردن دروازه مشخص دستور دور داریم. پس باید وقتی که دروازه رو ایجاد میکنی از دستور دور استفاده کنی، کلکینه که استفاده میکنی از دستور کلکین، و جابجا مدشان استفاده کرده نمیتونه، که این نکته رو توجه داشته باشیم. خب اینمی رقم دستورهای دیگه هم داریم که با سرش صحبت میکنیم. مثلا دستور کامپوننت، یگان تا میرن وارد میشن، از طریق دستور کامپوننت ما یک فولدر داریم به نام کالم، انواع و اقسام کالما رو داریم. کالم هم میخواین اضافه کنن، اضافه نمیشه. چرا؟ به خاطر که ما در منوی مدلینگ مشخص به خاطر ایجاد کردن کالم دستور کالما داریم، باید از اون دستور استفاده کنی. نمیشه از طریق دستور کامپوننت بیای مثلا دستور چی ایجاد کنی؟ کالما به حساب ایجاد کنی. درست شد؟ خب ببینین کاری که من تا حالا انجام دادم کلا در کجا بود؟ در سطح لیول یک بود، پلان بود. اونمو پلانه که در پروگرام اتوکد شما کار میکنین، عیناً اومدی در پروگرام چی کار کردی؟ روت کار کردی. با یک سری سهولتایی که به حساب پروگرام روت بر شما ایجاد کرده بود چی بود؟ دیوارا بسیار براحتی ترسیم شد، موقعیتاش هم بسیار راحت بود، نصب دروازه و کلکین بسیار آسان بود. لازم نبود به حساب دروازه رو ایجاد کنم، لازم نبود کلکین ایجاد کنم، مستقیم اومدم دروازه رو در جای خاصم قرار دادم، اتومات اون موقعیت دروازه در اونجا قرار گرفت، دیوارا رو بر من چی کرد؟ کات کرد. صحیح شد؟ یعنی با یک سهولت بسیار بالاتر اونمو پلانی که در پروگرام اتوکد کار کردم، اومدم در پروگرام روت در کجا کار کردم؟ در لیول یک. فقط یک سری معلومات از من خواست، مثلا دیواره که کار کردم از من ارتفاعش خواست. صحیح شد؟ اینا رو بر شما روز اول چی گفتیم؟ گفتیم در پروگرام روت پلان شما کار میکنین، نما، تریدی، قد، سایر بخشا رو خود پروگرام بر شما چی میکنه؟ کار میکنه. الان باید ببینیم که اونمو کار انجام شده یا نه. میرم در قسمت 3D. به خاطر که بریم در قسمت 3D، من از این قسمت بالا چی رو فعال میکنه؟ 3D. اینجا. سر 3D که کلیک کنم، 3D پروژه حاضر شد. یعنی ببینیم پلان ما کار کردم، اما 3D پروژه بر ما چی شد؟ حاضر شد. اینی به حساب خوبی، به حساب عمو چی میگن؟ بسیار برجسته پروگرام روت است که باعث شده بسیار روز به روز به تعداد طرفدارش چی شده؟ اضافه شده. یعنی ببینید 3D پروژه حاضر شد دیگه، بدون که من به حساب سر 3D اصلا چی کنم؟ کار کنم، پلان کار کنم. 3D خود پروگرام برام چی کرد؟ حاضر ساخت. درست شد؟ یعنی 3D همی پروژه. نمایش اگه بخوایم ببینم، بریم در قسمت الیویشن ها، نمای شرقی. این نمای شرقی همی تعمیر. درست شد؟ نمای شمالی. این نمای شمالی همی تعمیر. سه دانه کلکین داره کت دیوارش. نمای جنوبی. نمای غربی. هر کدوم شکل فعال کنم برای چی میکنه نشان میده. ببین سوالی که پیشتر شما کردین، دیوارا ارتفاعش از سطح لیول شروع شده، در سطح لیول هم چی شده؟ ختم شده. فیکس در سطح لیول ختم شده. درست شد؟ اینی نه. خب در محیط 3D اگر بخوایم به حساب برای یک رنگ و روغن هم بدیم، در این قسمت پایین انمیش هم میگم خلاص است دیگه، این رنگش هم ببینی دیگه. این قسمت یک دستورک داریم به نام مدل گرافیک استایل، که شما در پروگرام متکتم دارین، ویژوال استایل این گپا که به حساب داریم.
سر از اینکه کلیک کنم برام چهار حالت نمایش نشان بده. وایر فریم حالت خطی، به شکل خطی میشه کل چیز، ببینید خطی شد، پشت سرش هم نشان میده. دیگه چی داریم؟ هیدن لاین، همین گزینه که به حساب پیشتر فعال بود. خطوط نامری رو برام نشان نمیده. دیگه شیدینگ که اگه فعال کنم یک رنگ هم میده، و دیگه گزینه آخر شیدینگ ویدیچ کم رنگ میده و هم برجستگیش برام چی میکنه؟ نشان میده. دیگه سایش، گزینه بغلش، شادویش میم چی میکنم؟ آن میکنم. این سایه تعمیرم برام چی شد؟ خواهش. این پروژه از اون آمده میتونه بازو رو بازو سرش صحبت میکنیم. تو موقعیت تعمیر تو به حساب تعیین میکنی که در کجا، چون هر نقطه در این کره زمین سایه به حساب مخصوص خودش میداشته باشه. در روزهای مختلف سال خود فرق ماهای مختلف سالش به این چیز تکرار میشه. ساعت ها ساعت صحیح صحیح مگه تو سال گفتیم روزهای مختلف و ساعتهای مختلف. شما وقتی که سایه رو میخواییم به حساب موقعیت به حساب تعیین کنید، از شما سه چیز میخواییم: موقعیت، ساعت، روز. در کدام روز از سال، در کدام ساعت از روز، و در کدام نقطه از روی کره زمین. باز خودش به اساس اونمون به حساب موقعیت بر شما چی میکنه؟ تعیین میکنه. باز رو صحبت میکنیم سرش. درست شد؟ یک مسئله دیگه هم به خاطر چرخش دادن در محیط تیلیدی، شما کلید شفت و کلید اسکرول ماوس میگیرین، اردویش پچک میگیرین، علامت روتیت میبینید، علامت چرخش. وقتی که علامت چرخش آمد، ماوس حرکت میکنه. این پروژه را از هر زاویه که خواسته باشین میتونین چی کنین؟ ببینه. هم از این طریق چرخش میتونین شه؟ شادو را همیشه سعی کنین که به حساب سایش همیشه چی باشه؟ آف باشه. چرا؟ چون بسیار سر سرعت کامپیوترتون تأثیر میمونه. سایه را زمانش فعال کنین که بخواین از پروژه چی بگیرین؟ یک عکس بگیرین یا پرنت بگیرین. و هم از این طریق میتونین چرخش بدین و هم از این باکسی که در این قسمت بالاست میتونین به حساب از چرخش چی کنین؟ استفاده کنین. و از طریق ماوس باز کارتون چی هست؟ آسان تر است. فعلا یک تعمیر کار کردیم، یک منزل ها دیگر نه فرش داره نه سقف داره، دیگر ظرف هم نداره گفت اینجی دسته. صحیح شد؟ بس هست انشالله.